همراهان گرامی سلام بر شما مردم غزه برای پختن غذا لباس و کتاب می سوزانند کودکان شوک شده ما می میریم, ما می میریم پسر نو ساله دنبال عکاس سوید و گریه کنان از او می پرسید مادرم کجاست نبود گاز برق ساکنان نوار غزه را که همچنان در معرض حملات مکرر اسرائیل قرار دارند مجبور کرده تا به دنبال راه های جایگزین مثل روشن کردن آتش باهیزم و حتی سوزاندن لباس ها و کتاب ها باشند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، اسرائیل تنها به بمباران هوایی غزه اکتفا نکرده بلکه مردم را محاصره کرده و مانع ورود آب، غذا، دارو و سوخت به غزه می شود. در نبود سوخت مردم غزه مجبور شدند بدونبال راه های جایگوزینی مثل آتش روشن کردن با هیزم برای پخت و پس و پخت و نان و گرم شدن باشند. در اثر کمبود هیزم در نوار غزه مجبورند از لباس ها و کتاب ها برای آتش روشن کردن و غذا درست کردن استفاده کنند. سازمان ملل هشدار داده که غزه به گورستان هزاران کودک تبدیل شده است. یک کودک به نام خالد جوده نو ساله پا برهنه و گریان با عجله به سوی ده ها جسد پیچیده شده در کفن های سفید، پتوها و قالیچه های بیرون از سردخانه مزدحم رفت. او به حالت گریان به عکاس نیویور تایمز گفت مادرم کجاست؟ می خواهم مادرم را ببینم. در حالی که گریه میکرد و به سختی می شد حرفش را فهمید او از برادر دوازده ساله یاد کرد و گفت خلیل کجاست؟ در میان آن همه مرده ها نه مادرش زنده بود نه خلیل برادرش اما یک کارگر سردخانه کفن سفید را باز کرد تا خالد بتواند برای آخرین بار برادرش را ببوسد سپس با جسد خواهر هشت ماهش خداحافظی کرد کفن دیگر به عقب کشیده شد و خالد جوده چهره آلود نوزاد را دید که موهای قرمز توت فرنگی داشت خالد جسد دیگر را هم شناخت خواهر دیگرش بود او به گوش مرده خواهرش زمزمه کرد مادرم وقت تو را داشت خیلی خوشحال بود نزدیکانش گفتند که دخترک که او مایه شادی خانواده بود پس از سه پسر والدینش به دنبال دختر بودند وقت او به دنیا آمد مادر خالد از پوشیدن لباسهای رنگارنگ رنگ به دخترش لذت می برد و موهای ریزان او را با گیره های موی روشن زینت می خالد در میان عشقهایش با مادر، پدر، برادر بزرگتر و خواهرش برای همیشه خداحافظی کرد. اجسادشان دور او صف کشیده بودند. تنها خالد و برادر کوچکترش تامر هفت ساله از یک حمله هوایی در 22 اکتبر که دو ساختمان پناهگاه خانواده بزرگ آنها فرو ریختن جان سالم به در بردند سه تن از بستگان خالد در مصاحبه های نقل می که در مجموع 68 نفر از اعضای خانواده جوده در حالی که در رخت خواب خود در دیر البله در مرکز غزه خوابیده بودند کشته شدند شاهدان گفتند چندین نفر از جوده ها قبل از حمله دور هم جمع شده بودند از جمله برخی که از شمال غزه گریخته بودند ارتش اسرائیل میگوید که نمیتواند به سوالات مربوط به حمله به این خانواده پاسخ دهد خویشاوندان مردگان گفتند که در پایان اعضای خانواده با هم و در کنار هم در یک گور جمعی دفن شدند به نوشته نیویورک تایمز مقامات بهداشتی در غزه میگویند که از زمان آغاز حملات 5000 کودک فلسطینی و احتمالاً صدها نفر دیگر کشته شده اند. سرعت حملات تاکنون بسیار دهشتناک بوده است و این در یک منطقه متراکم شهری تحت محاصره با تمرکز بالای غیر نظامیان به ویژه کودکان زنگ خطر جهانی را به صدا درآورده است. دولت بایدن پس از اینکه در ابتدا آمار تلفات گزارش شده توسط مقامات بهداشتی غزه را زیر سوال برد اکنون میگوید که تعداد کشته های فلسطینیان بیش از حد بوده و از آن دارد که ارقام واقعی تلفات غیر نظامی ممکن است حتی بیشتر از آن ذکر می شود باشد با قطر اجساد کودکان به سردخانه بیمارستان الاقصا در دیر البله آورده می شوند که یاسر ابو امار مدیر سردخانه می که برای رسیدگی به ورود اجساد مجبور است کفنها را به قطعات به اندازه کودک برش دهد او گفت جسد بچه ها شکسته و تکه تکه شده به ما تحویل داده می شود و افزود ما هرگز این تعداد کودک را ندیده بودیم کشته شوند ما هر روز گریه می کنیم هر روز دکتر غسان پزشک در سازمان پزشکان بدون مرز در غزه می گوید بسیاری از کودکان به تنهایی و در شوک با سوختگی ترکش یا جراحات شدید ناشی از له شدن توسط آوار آورده شدن در بسیاری از موارد هیچ کس نمیدانست آنها چه کسانی هستند دکتر حسان میگوید تا زمانی که کس آنها را بشناسد به آنها برچسب کودک بینام داده می شود نکته فلج کننده این است که برخی از آنها تنها بازماندگان خانواده هستند بنابراین هیچ کس هرگز دنبال آنها نمی آید. بیشتر به نظر می رسد این جنگ علیه کودکان است. دو هفته پیش رئیس اتاق آرژانس از شفا هزار و کودک بینام را ثبت کرد. سپس در روزهای اخیر نیروهای اسرائیلی به بیمارستانی که هزاران نفر از مردم خسته در آن پناه گرفته بودند یورش بردند و گفتند که این مرکز بالای یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حماس قرار دارد مقامات سازمان ملل هشدار دادند که این حمله آسیب پذیرترین بخش غزه را در معرض خطر بیشتر قرار می کارشناسان بین که در طول این جنگ با مقامات بهداشتی غزه کار کرده اند می گویند که بیمارستان ها و سردخانه ها در این منطقه محاصره شده است جمعوری و شماره گذاری و سایر مشخصات افرادی را که در این منطقه کشته شدند به سختی انجام می گیرد. کارشناسان می گویند که مجموعه تلفات گزارش شده توسط کارکنان بهداشتی در غزه درست است. فولکر تورک کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید مجازات دست جمعی غیر نظامیان فلسطینی به وسیله اسرائیل جنایت جنگی است. تخلیه اجباری غیر نظامیان بمباران های گسترده که باعث کشته شدن، معلول و زخمی شدن به ویژه زنان و کودکان شده، همه اینها عوارض غیر قابل تحمل دارد. برخی از مقامات بین المللی هشدار می دهند که کودکان در هر کجا بروند در خطر هستند. کاترین راسل، مدیر یونیسف گفت، هیچ جای امن برای یک میلیون کودک غزه وجود ندارد که به آنجا برگردند. در 15 اکتبر دکتر محمد ابو موسا گفت که او در یک شیفت 24 ساعته در بیمارستان النصر در خانیونس صدای انفجار مهیبی را شنید او به همسرش زنگ زد اما وقتی او جواب داد تنها چیزی که شنیده بود فریاد بود او گفت که بزودی همسر دختر 12 ساله و پسر 9 ساله اش خونالود به اورژانس آورده شدند. او سعی کرد به آنها دلداری دهد اما وقت متوجه شد که کوچکترین پسرش یوسف هفت ساله همراه آنها نیست وحشت کرد یوسف کجاست هیچ کس جواب نمیداد وقت دوباره از پسرش سوال کرد یکی از همسایه ها به سادگی پاسخ داد خدا او را بیامرزد دکتر ابو موسا نمی خواست باور کند ویدیویی از خبرنگاران در بیمارستان نشان می دهد که او دیوانوار در حال جستجوی یوسف گمگشته است دکتر ابو موسی میگوید که چگونه از بخش‌های دیگر از جمله بخش مراقبت‌های ویژه پرسیده بود که آیا پسرش به آنجا منتقل شده است یا خیر سپس گفت یک روزمانگار تصاویر از خانه تخریب شده را به او نشان داد دکتر ابو موسا گفت من لباس خاکستری رنگی که یوسف هنگام خداحافظی از خانه برتن داشت تشخیص دادم او با ترس و لرز به سوی سردخانه بیمارستان رفت آنجا بود که بالاخره پسرش یوسف را پیدا کرد حالا جسد بیجانش روی یک کراچی افتاده بود شوک بیش از تحمل بود بستگان گفتند که ناگهان به خانهشان حمله هوایی شده بود سرانجام اعضای خانواده دکتر ابو موسا از زیر آوار بیرون کشیده شدند ارتش اسرائیل باز هم گفت که نمی تواند به سآلات با سوالات مربوط به این حمله به خانواده دکتر پاسخ دهد. مادر کودک از دست رفته که مربی تناسب اندام است گفت یوسف کودک بسیار دوست داشتنی بود. او همیشه لبخند می زد. او عاشق خندیدن و خنداندن مردم بود. و می خواست هر وعده غذایی را در کنار پدرش یا در محل کار او بخورد. دکتر ابو موسی می گوید او در هر کاری که انجام می دادم از من الگو می گرفت او نیز می خواست پزشک شود یوسف تنها کس نبود که کشته شد اعضای خانواده گفتند برادر دکتر ابو موسا جاسر ابو موسا هر دو پسر و همسرش را از دست داد خانواده گفت که حمید 18 ساله برادرزاده دکتر ابو موسا اخیرا با نمرات عالی از دبیرستان فارغ تحصیل شده بود او عشق به ماشین را از پدرش و از مادرش عشق به شعر و هنر داشت به گفته بستگان او امیدوار بود در اروپا در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کند و حتی زمانی که برای امتحانات دبیرستان آمادگی می گرفت شروع به مطالعه زبان آلمانی کرده بود خانواده گفت که برادر کوچکتر او عبدالرحمن هشت ساله حتی تر بود او نیز کشته شد ندازایم، معمور حوزه سلامت روان در کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه می گوید که بسیاری از کودکان نشانه های واضح ترس از جمله وحشت شبانه را در سخنان و حرکاتشان نشان می دهند. زاییم از یک پناهگاه صلیب سرخ در رفح در جنوب گفت آنها با فریاد و چیخ از خواب بیدار می شوند. هر شب کودکان در پناهگاه ها فریاد می زنند. ما می میریم، ما می میریم. آنها فریاد می زنند، التماس می کنن. لطفا از من محافظت کنید لطفا مرا پنهان کنید من نمی خواهم بمیرم در اردوگاهی که هزاران نفر را در اطراف مرکز سازمان ملل متحد پناه داده حمود قداده چهارساله ساله همراه مادر بزرگش حنان جابر پینجا و سه ساله زندگی می کند مادر بزرگ میگوید، او از خواب میپرد و میگوید من میمیرم میرم واژگان حمود با جنگ شکل گرفته است او میپرسد که شهادت به چی معناست؟ وقتی از او میپرسند که در اطرافش چی میگذرد بدون تردید پاسخ می دهد، حملات هوایی حملات هوایی و جنگ غزه نوار ساحلی که در مراکز تفریحی در کنار دریای مدیترانه قرار گرفته بود زمان فرهنگ ساحلی سرزنده داشت یا سربوی ساق سی و چار ساله بیاد می آورد که چیگونه و سه دختر خورد سالش شنایات میداد او گفت آنها همیشه از من می که به ساحل شهر بازی و پارک ها برویم من عاشق تماشای بازی آنها بودم عمل بزرگترین دخترش هفت ساله دانش آموز بود خواهر کوچکترش اسرا کودک چهار ساله ای که عاشق شکلات و شکلات های کندر بود او گفت که وقت خانهش در اثر حمله هوایی و ایران شد هر دوی آنها را از دست داد او گفت که همسرش نیز کشته شده است و ای گفت که در مجموع 25 نفر از اعضای خانواده وی که 15 نفر از آنها کودک بودند کشته شده‌اند